قسم به بسم الله الرحمن الرحیم، امیر المؤمنین نبأ العظیم، برای ما را العجب تو کربلا مقصود اهدنا الصراط. به نام خدای مهربان که بر بندگانش لطف دارد. سلام و رحمت بیکران خداوند بر شما بینندگان محترم کتابی برای مطالعه، انشاءالله که حال دلتون خوب باشه. نخستین سوره قرآن کریم حمد یا فاتحه الکتاب، ملقب به ام الکتاب، از سوره های مکی و قصار که در عین اختصار بنابر روایت در معنا بزرگ و اساس قرآن است. محتوای اصلی اون توحید و سپاس خداوند است. امام علی علیه السلام از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کند که سوره هم از گنجهای عرش الهی بوده و خداوند اون رو به پیامبرش اختصاص داده و او رو با هیچ پیامبری شریک نساخته. داستانهای سوره حمد عنوان کتابیه که توسط علی میرخلفزاده به رشته تحریر در اومده. این کتاب جلد اول داستانهای آیه به آیه قرآن است. این جلد دارای 280 صفحه است و خود مؤلف ناشر اون بوده. مجموعه حاضر مشتمل بر حکایات، احادیث، روایات، همچنین داستانهایی درباره اهمیت و فضیلت سوره توحید میباشه. آقای علی میرخلفزاده مؤلف و مبلغ علوم اهل بیت علیهم السلام که بیش از 120 جلد کتاب در زمینه‌هایی مثل اخلاق، داستان، تاریخ، عرفان و حدیث داره. بریم بخشی از کتاب داستان‌های سوره حمد رو ببینیم و بشنویم. یهودی‌های هدایت یافته. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه فرمود عمار یاسر حکایت کرده که یک روز در خدمت سرور و آقایم امیر المؤمنین علی علیه السلام بودم. در آن وقت حضرت به قریه و روستاهای اطراف کوفه که دو یاس فرسخی کوفه بود تشریف برده بودند. 50 نفر از یهودی ها محضر مقدس حضرت مشرف شدند و گفتند شما علی ابن ابی طالب امام مسلمین هستید؟ حضرت فرمود بله. گفتند در کتاب‌های ما ذکر شده که برای ما سنگی هست و بر آن سنگ اسم 6 نفر از انبیا نقش بسته است، ولی ما آن را پیدا نکردیم. اگر شما امام هستی آن را برای ما پیدا کن. حضرت فرمود ای باد، رمل‌ها و شنها را زائل کن. یک وقت باد وزیدن گرفت و رمل‌ها را از روی سنگ برطرف کرد. سپس فرمود این همان سنگی است که دنبالش می‌گردید. گفتند آن سنگی که ما می‌خواستیم اسم 6 نفر از انبیا روی آن حک شده بود. این که چیزی رویش ننوشته. حضرت فرمود نوشته ها پشت این سنگ است و باید سنگ را برگردانید. یهودی ها جمع شدند و هرچه زور زدند نتوانستند آن سنگ را برگردانند. حضرت فرمود کنار بروید. همه یهودی ها کناری آمدند و حضرت دست مبارکشان را روی سنگ گذاشتند و سنگ را غلطانیدند و برگرداندند. یک وقت اسامی 6 نفر از جمع پیامبران که اصحاب شریعت بودند به نام حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر شد. آنها تا این سنگ و اسامی روی آن را دیدند همگی مسلمان شدند و گفتند اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و انك امیر المؤمنین و سید الوسیین و حجت الله فی ارضه. کسی که تو را شناخت سعادت یافته و کسی که با تو مخالفت کند هلاک شده و به سوی جهنم پرد شده. مناقب حضرت زیاد است و این هم نعمت بسیار مهمی است که خداوند متعال به شیعیان عنایت فرموده و باید قدر این نعمت را بدانیم. مبادا مثل این داستان یک سری از یهودی ها هدایت پیدا کنند و شیعه و مسلمان شوند و غرق نعمت ولایت محمد و آل محمد
صلی الله علیه و آله گردند و ما که غرق نعمت ولایت هستیم بر اثر گناه و معصیت دورمان کنند. صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را در آن راهی هدایت فرما که به آنها نعمت ولایت و محبت علی علیه السلام و آل علی علیه السلام عنایت کردی. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: اگر میخواستم میتوانستم چنان فاتحه الکتاب را تفسیر کنم که 70 بار شطور شود. شما بیننده عزیز، برای تهیه کتاب داستانهای حمد و دیگر آثار آقای میر خلفزاده به بازار کتاب قائمیه به آدرس new.ghbook.ir مراجعه کنید و اون رو در فرمت‌های مختلف انواع اندروید، تبلت، iOS و ویندوز فون به صورت رایگان دانلود و دریافت نمایید. خدایا ما را رهرو علی و ثابت قدم در عشق و ولایت علی علیه السلام جاودان بدار. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه www.ghbook.ir